ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. سه روز مذاکرات فشرده با حضور وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک با رژیم آخوندی بر سر بن‌بست اتمی بدون دستیابی به توافقی پایان یافت. در پایان این مذاکرات دولت‌های آمریکا و فرانسه بر لزوم جلوگیری از دستیابی این رژیم به تسلیحات اتمی تاکید کردند. به گزارشی در این باره توجه فرمایید. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان جلسه طولانی مذاکرات روز شنبه در ژنو اعلام کرد دو طرف نتوانستند به توافقی برسند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز قبل از ترک ژنو تاکید کرد واشنگتن هوشیار است که رژیم ایران به سلاح اتمی دست پیدا نکند. این هدف ماست. وی افزود بدون شک تعهد رئیس جمهور اوباما و همه اعضای دولت‌های پنج به علاوه یک و سایرین در جهان این را مسلم می سازد که یک چیز اتفاق نخواهد افتاد و آن این است که رژیم ایران به تسلیحات اتمی دست نخواهد یافت. ما متعهد به جلوگیری از گسترش تسلیحات کشتار جمعی باقی مانده ایم. هر روز که می گذرد رژیم ایران به غنی سازی و به نصب سانتریفیوژها و به برنامه اتمیش ادامه خواهد داد. من معتقدم باید آن برنامه را به طور مناسبی منجمد کنیم، به طوری که دیگر نتواند در حالی که به مذاکره پرداخته غنی‌سازی ادامه پیدا کند. وزیر خارجه آمریکا خاطرنشان کرد رئیس جمهور اوباما مکرراً گفته است ما برای رسیدن به یک قرارداد عجله نخواهیم کرد و نرسیدن به یک توافق بهتر از رسیدن به یک توافق بد است. به گزارش رویتر در حالی که تصورات بر این بود که معامله‌ای با رژیم ایران بر روی میز قرار می‌گیرد و احتمالاً به امضا می‌رسد، فرانسه نسبت به پوست خربزه‌های جدی یک توافق با این رژیم هشدار داد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت فکر نکنید ما در این اجلاس به معامله‌ای دست خواهیم یافت. به عکس، ممکن است اصلاً به هیچ معامله‌ای دست نیابیم. روشن نیست که آیا می‌توان به توافقی رسید که رژیم ایران را از گسترش ظرفیت دستیابی به سلاح اتمی باز دارد. دو مانع، یکی آینده کارخانه آبسنگین عراق و دیگری ذخایر اورانیوم 20% رژیم ایران، همچنان بر سر راه وجود دارند. یک منبع از هیئت فرانسه در این خصوص گفت فرانسه نگران حرکت سریع برای رسیدن به یک توافقی است که ممکن است به کناری انداخته شود. ما چیزی می‌خواستیم که در بلند مدت معتبر باشد. ما باید در آنچه پیش می‌آید روشن باشیم. رسانه‌های فرانسه گفتند فابیوس که نسبت به یک توافق احمقانه نگرانی خود را ابراز می‌کرد، اولین کسی بود که دست نیافتن به توافق را در پایان سه روز بحث‌های فشرده اعلام کرد. ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان نیز گفت مسائل سخت و مهمی هنوز باقی ماندند که باید حل و فصل شوند. در همین حال الیوت انگل نماینده ارشد حزب دموکرات در کمیته خارجی کنگره آمریکا گفت من عمیقاً از این که رژیم تهران ملزم به توقف غنی‌سازی نشود به هم می‌ریزم. اگر این رژیم می‌خواهد حسنیت خود را در این مذاکرات نشان دهد، باید دست کم از قطعنامه‌های شورای امنیت در این خصوص تبعیت کند. رسانه‌های حکومتی نتیجه مذاکرات سه روزه را در حاله‌ای از ابهام توصیف کردند. کیهان خامنه‌ای زیر عنوان باج‌خواهی حریف و ابهام در نتیجه مذاکرات نوشت نتیجه مذاکرات سه روزه برخواسته های غیر قانونی و زیاده خواهانه از ایران که با مقاومت تیم مذاکره کننده ما روبرو شد در حاله ای از ابهام باقی ماند. از صبح دیروز لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه رویکردی اتخاذ کرد که انتظارات را نسبت به نتیجه مذاکرات شدیداً کاهش داد و جو نسبتاً منفی بر روند گفتگوها حاکم کرد. فابیوس موضوع نیروگاه آبسنگین عراق و ذخایر اورانیوم با غنای 20% را سد راه توافق دانست. در همین حال رفسنجانی مذاکرات ژنو را نقطه عطف خواند و گفت حضور وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک در ژنو حاکی از این است که مذاکرات وارد مرحله جدیدی شده است. عده‌ای سعی داشتند در آسانی مذاکرات جو سیاسی جامعه را ملتهب، دوگانه و تیم مذاکره کننده را سازشکار معرفی کنند. اما باید به گونه ای عمل و اظهار نظر کنیم که در این راه همه متحد و یک پارچه هستیم. تخت روانچی عضو هیئت رژیم در مذاکرات گفت مهمترین مورد اختلاف این بود که ایران اصرار داشت تحریم‌های نفتی و بانکی
به عنوان بخشی از موافقتنامه کاهش پیدا کند. اما آمریکا و سایرین بر این نظر بودند که اساس تحریم ها حفظ شود. آلمان 4 تن از ایادی رژیم را به جرم قاچاق تجهیزات اتمی به حبس تا 4 سال محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دادگاه عالی شهر هامبورگ با صدور حکمی 3 دلال ایرانی و 1 دلال آلمانی را به دلیل قاچاق تجهیزات اتمی به ایران و نقض تحریم ها به زندان محکوم کرد. آنها در طول سالهای 2010 تا 2011 در مجموع 92 سوپاپ ویژه قابل استفاده از در تأسیسات اتمی را برای رژیم ایران ارسال کردند. دولت یمن به رژیم آخوندی نسبت به دخالت در امور این کشور هشدار داد. وزیر خارجه یمن گفت رژیم ایران در امور یمن دخالت می کند و به تسلیح حوثی‌ها می پردازد. تسلیح حوثی‌ها از طریق یک کشتی که اخیراً ضبط شده اثبات شده است. ارگان متعلق به پاسدار رضایی دبیر تشخیص مصلحت رژیم از مورد محاکمه قرار گرفتن احمدی نژاد خبر داد و نوشت احمدی نژاد 17 روز دیگر پای میز محاکمه قرار می گیرد. با روی کار آمدن دولت روحانی بحث انتقال 16 میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان مطرح شد. تابناک افزود احمدی نژاد نخستین رئیس جمهوری است که پس از پیروزی انقلاب به دادگاه احضار شده است. سرهنگ پاسدار محمد عبدالله پور جانشین سرکرده لشکر 3 ضد حمزه پاسداران به همراه راننده‌اش که یک سروان بوده در ارتفاعات قندیل در غرب کشور کشته شدند. رسانه‌های حکومتی علت هلاکت آنها را سقوط خودروی این پاسداران به دره عنوان کردند.